سلام خدمت همه کاربرای عزیز سایت زنگ کلاس. ابراهیم رایت پرور هستم با یکی دیگه از آموزش‌های برنامه‌نویسی سی شارپ. تو این جلسه می‌خوایم MDI فرم طراحی کنیم. یعنی چه؟ یعنی که می‌خوایم یه فرمی طراحی کنیم. من اینو اجرا کنم. که تو دل خودش فرم‌های دیگه رو لود کنه. یعنی من الان اینجا فرمی داشته باشم داخل خودش بتونه چندین فرم لود کنه که برای خودش باشه و نتونه از این فرم خارج بشه، تو محیط کاری خودش باشه. برای مثال اول من یه دونه باتن بیارم، اینو من بنویسم MDI فرم و داکش کنم به سمت بالا. یه فرم دیگه هم ایجاد کنم و این FRM 2 داخلش یه تکس میندازم با یه دونم باتن. یه فرم خیلی ساده ای. اینو میخوام لود کنم، اصلا دیگه باش دیگه کاری ندارم. اصلا ببینیم ما توی لود کردن فرم چی کار میکردیم. میومدیم یه و FRM از یه شیعی از اون فرم میساختیم، فرم دو. بعد اون فرممونو چی کار میکردیم؟ داد شو نیونه کردیم ببخش میاد چرا نگرفت. خب الان اجرا میکنیم. ببینید خروجی کارمون چیه؟ فرمی لود شده که اصلا خارج از فرمه، کار خودشو داره انجام میده، ولی ما نیاز داریم فرمی باشه که تو دل این فرم باشه. پس چی کار میکنیم؟ اولین کاری که باید بکنیم فرم مادرمون، اون پرنت، اون والدی که داریم، و یه خاصیتی داره به اسم is MDI container. اینو ترو میکنیم، یعنی حالتش تغییر کرده. پس اینو اول ترو میکنیم. حالا موقع لود کردن فرم، خود فرم فرزندی که داریم باید بهش بگیم پدرت کیه، اون والدت کیه. میگیم فرم داد parent MDI parent مساویه چی؟ دیس. همین فرمی که الان دارم لود میکنم، یعنی تو داشت لود میشی، این همین فرم اول، اون فرم والدته. حالا میزنی ببینید داخل اومده، ببینید از این فرم خارج نمیشه. به این زیبایی میتونید شما حتی 10 تا 20 تا فرم داشته باشین، بتونید لود کنین، کاراتون رو انجام بدین تو این فرم. خیلی زیبا. و بسته به نوع طراحیتون مسیج میتونه باشه، هر چیزی میتونه باشه، میتونید طراحی کنین و ازش استفاده کنین. عالی. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودین. ما رو توی صفحات مجازی دنبال کنید، آدرسی که توی این آخر فیلم بهتون نمایش داده میشیم حتما ما رو دنبال کنید. با تشکر تا آموزش های بعدی، خداحافظ.